وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. همه سجده کردند غیر از شیطان که از سجده کردن خودداری کرد. ما گفتیم ای آدم، این شیطان دشمن تو و همسرت می باشد، شما را از بهشت بیرون نکند که دچار زحمت می شوی. تو در بهشت نه گرسنه می مانی نه برهنه و دچار تشنگی و سوزش آفتاب هم نمی شوی. اما شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا میل داری تو را به درخت زندگی ابدی و فرمان روایی بی پایان راه نمایی کنم؟ در نتیجه این وسوسه آدم و همسرش از آن خوردند و حالت جنسی آنها برایشان آشکار شد. بنابراین شروع کردند با برگ‌های بهشت آن را بپوشانند. آدم از فرمان خداوندش سرپیچی کرد و گمراه شد. بعد خدا او را برگزید و توبه او را پذیرفت و او را هدایت کرد. خدا فرمود همگی از بهشت پایین بروید، بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چون از جانب من هدایتی برای شما بیاید، هر کس از هدایت من پیروی کند گمراه و بدبخت نمی شود. کسی که از تذکر من روگردان شود زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت او را کور محشور می کنیم. می گوید خدایا چرا مرا کور محشور کردی در صورتی که من بینا بودم؟ خداوند می فرماید همانطور که وقتی آیات ما برای تو آمد آنها را فراموش کردی، امروز هم تو فراموش می شوی. ما کسی را که زیاد روی کند و به آیات خداوندش ایمان نیاورد این طور مجازات می کنیم. قطعاً عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. آیا برای هدایتشان کافی نیست که متوجه شوند اقوام زیادی را پیش از آنان نابود کردیم؟ اقوامی که حالا اینها در خانه آنان راه می روند. در این کار نشانه هایی برای خردمندان است. اگر سخنی که خدا قبلا گفته بود نبود و مدت معینی قرار داده نشده بود، عذاب لازم می شد. بر آن چه می گویند صبر داشته باش و قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن و قسمتی از شب و اطراف روز با ستایش خداوندت او را تسبیح کن تا خوشنود شوی. به نعمتهایی که به عده‌ای از آنها داده ایم چشم ندوز. اینها زینت زندگی دنیاست تا آنها را با آن بیازماییم. روزی خدایت بهتر و با دوام تر است. خانوادت را به نماز امر کن و بر آن پایدار باش. ما از تو روزی نمی خواهیم، روزی تو را هم ما می دهیم. عاقبت خوب مال پرهیزکاران است.
گفتند چرا پیغمبر برای ما معجزه‌ای از جانب خدایش نمی آورد؟ بگو آیا در کتاب‌های گذشته دلیل روشن برای آنها نیامد؟ اگر ما قبل از فرستادن پیغمبر آنها را نابود می کردیم، حتما می گفتند خداوندا چرا پیغمبری برای ما نفرستادی تا قبل از اینکه ذلیل و خار شویم از آیات تو پیروی کنیم؟ بگو همه منتظرند، پس شما هم انتظار بکشید، به زودی خواهید دانست که چه کسی اهل راه راست است و راه صحیح را شناخته است.